خب این مرحله اول، پس قسمت اول از اون سه قسمتی که در عرفان مطرح است این استش که زبان خاموش است اما باطن غوغایی دارد. حالت دوم این استش که عارف به مرحله فنا میرسد، انسان به مرتبه فنا میرسد و فنا رو توضیح دادم، یعنی به اون همون عدم میرسد. در مرحله عدم هم زبان خاموش است و هم ضمیر خاموش است. و وقتی که ما عرض میکنم که از ضمیر سخن میگیم، یعنی قطع میشود اون حدیث نفس. و این خیلی مشکله از این جهت وقتی که شما نگاه میکنید عارفان ما وقتی که به صمت و صوم اشاره میکنند، صوم یعنی روزه داری، یک صومی ما داریم، صوم گوش یعنی امساک گوش، امساک چشم، امساک اعضا، اما یک روزه ای داریم، روزه قلب. قلب روزه میگیرد، ذهن روزه میگیرد. این همه تأکید که میشه بر اینکه شما ذکر داشته باشید یا خلوت داشته باشید یا مراقبه و مدیتیشن داشته باشید، محاسبه با نفس خودتون داشته باشید. این همه تأکیدی که در عرفان بر ذکر می شود و بر فکر می شود، انسان ها دعوت به ذکر می شن. دعوت به ذکر، معنای ذکر این نیستش که شما یه تسبیح دستت بگیری و رو به قبله بشینی و دائما اسمهای مقدس رو بر زبان بیاری. معنای ذکر این نیست. ذکر یعنی خروج از میدان قفلت، حضور در مشاهدت، حضور در مشاهدت. از اون قفلت میای در میدان مشاهدت، یک نوع حال، یه حالی که به من دست میده، یعنی من باغچه ذهن و ضمیر خودم رو باغبانی میکنم. شما اگر دقت داشته باشید در تمام رفتارهایی که ما در روز انجام میدیم، وقتی ایمیل خودمون رو داریم مطالعه میکنیم، وقتی که تلگرام رو داریم مشاهده میکنیم، وقتی که داریم سخن میگیم و هر کاری که ما داریم انجام میدیم، انبوه اطلاعات وارد این ذهن ما میشه، انبوه اخبار وارد این عالم باطن ما میشه و ما باید به عنوان یک مراقب و مواظب و نگهبان دائما تخلیه بکنیم ذهن خودمون رو از این همه اطلاعاتی که نتیجه اون این است که شادی حقیقی، آرامش باطنی، رضایت و تسلیم را از ما میگیره. از این جهت این همه تأکید بر ذکر میشود. ذکر معناش این استش که من میام در مشاهدت قرار میگیرم. وقتی میگن مثلا ذکر رحمان، وقتی میگیم یا رحمان، نه اینکه تسبیح دستمون بگیریم بگیم یا رحمان یا رحمان یا رحمان، ذکر رحمان یعنی رحمت را بیاری توی زندگی، ذکر ستار یعنی ستار را بیاری توی زندگی. تمام اینهایی که تأکید میکنن در عرفان بر ذکر و نفی خواطر و مراقبه و مدیتیشن، عرض میکنم که اینها همه و همه برای این است که انسان بتونه علاوه بر اینکه ظاهر او خاموش است، ضمایر و ضمیر او هم خاموش باشه. و چون این معنا به صورت مقام در انسان باقی نمیمونه، یعنی یه حالتی نیستش که دائمی باشه، حالی است که به انسان دست میده. اگر از منظر عرفا انسان به این مرتبه برسد، این مرتبه مرتبه است که در این مرتبه، این مرتبه ای که انسان برسه به اینکه ضمیرش ساکت بشه، مرتبه موهبتی است، یعنی موهبتی است از جانب خداوند. این مقام، مقام خاموشی، مقام موهبتی است. درسته که مقدماتی رو من آماده میکنم، ولی یک موهبتی است از جانب خداوند که اصلا عرفان رو وقتی که در نظر میگیرن یک اولی دارد، یک وسطی دارد و یک نهایتی دارد. نهایت عرفان را موهبت حضرت حق میدانند. بنابراین وقتی که ما توجه داشته باشیم، قسمت اعظم این خاموشی و سکوت مربوط می شود به این باطن ما، مربوط می شود به ذهن ما. ما از او تعبیر می کنیم به ذهن. ما یک خاموشی در زبان داریم، در ظاهر داریم، اما یه خاموشی در ذهن داریم. چگونه این ذهن باید خاموش بشه؟ ذهن من خاموش بشود، خاموشی ذهن از تمام قضاوت هایی که من می کنم. یعنی ما عادت کردیم بر این که یک قسم از داستان را بشنویم و بعد ذهن ما شروع بکند به قضاوت نسبت به دیگران، و این قضاوت نسبت به دیگران ما را منتهی به این می کند که درد و رنج را وارد وجود خودمون بکنیم.
و اون آرامش و شادی و خوشبختی از ما سلب بشه. پس یکی از مراحل تخلیه ذهن، تخلیه از این که من جاج بکنم، من قضاوت بکنم، من قضاوتگر نباشم، من جاجر نباشم. دوم، تخلیه ذهن از همه خطرات و خطوراتی که به صورت وسوسه بر من وارد می شود، که در مورد نقشی که این نفس من داره یا به تعبیر دینی شیطان داره، اون خاطراتی که بر ذهن من، به مجرد اینکه شما میخوای به سکوت برسی، ذهن شروع میکند به خودنمایی، اون خطورات که از او تعبیر میکنند به وسوسه. حالا این وسوسه ها و این خطورات با ذکر، دستوراتی که به ما میدن، با ذکر انسان میتونه این خاطرات از خودش نفی بکنه و این خطورات، این وسوسه هایی که در درون ما به صورت نامرئی من رو تحریک میکنه. سوم، این که من ذهن خودم رو و درون خودم رو در اراده خودم تخلیه بکنم، یعنی سکوت در اراده، در خواسته هایی که من دارم. مگر عالم را من خلق کردم؟ مگر فرمانده عالم من هستم؟ مگر هر چرا که من بخوام باید بشود؟ این دروغ محض است که کسی بگوید خواستن توانستن است. اگر کسی بخواهد میتواند. بسیاری چیزهایی را میخواهند و شعار بشر این است که میخواهم آنچه را که نمیبینم و میخواهم آنچه را که نمیبینم و نمیبینم آنچه را که میخواهم در اراده خودم. بعد مطلب چهارم، درون خودم و ضمیر خودم رو از اون احساسات نابجا تخلیه بکنم. وقتی که من میبینم کاری میکنم که نتیجه اون حسد در وجود من، نتیجه اون بدخواهی برای دیگران، خود این من مرتبه چهارم این است که ذهن خودم رو تخلیه بکنم از احساسات نابجا. بعد مرتبه پنجم، این که من ذهن خودم رو تخلیه بکنم و ضمیر من به خاموشی برسم. در ادعاهایی که انسان داره، هر ادعایی که شما بکنی، شما در بوته آزمایش قرار میگیری نسبت به اون ادعایی که شما داری. و مطلب ششم، تخلیه وجودم نسبت به جزع و فزع، یعنی من صبور باشم، من به مقام رضا برسم، به مقام تسلیم برسم. و هفتم، این که من مبارزه بکنم با شخصیت نمایشی. شخصیت نمایشی یعنی شخصیتی که ظهور اون گویایی در من به صورت این است که میخوام جلب اعتماد بکنم، میخوام دلها را به سمت خودم متوجه بکنم و یک شخصیت نمایشی پیدا میکنم. و علاوه بر این، مراقبت های دیگری که همه و همه مربوط می شود به اون تخلیه باطن، تا این وقتی که تخلیه شد از درون من، این دل من وقتی که تخلیه شد، با تخلیه این درون و ضمیر و ذهن است که فرشته در او وارد می شود. دیو چو بیرون دود، فرشته در آید. مولانا در دفتر پنجم بیت 2802 می فرماید او بگفتی خانه دل خلوت است، خالی از کدیه مثال جنت است. در نگاه مولانا، در این عبارتی که ما الان داریم، دل عارف را، این دل خیلی مهمه، دل عارف را و دل انسان رو تشبیه به بهشت میکنه. اصلا بهشت یعنی کشفی در درون خود انسان، و انسان در درون به اون بهشت میرسد. بهشت نقطه اوج کمال انسانه. وقتی قلب به نقطه اوج کمال و نقطه غنا و بی‌نیازی رسید، اونجا بهشت انسان است. و این که گفته می شود در بهشت، آیه قرآنه، چهار تا نهر وجود داره. یکی نهر آب، یکی نهر شیر، یکی نهر عسل و یکی نهر شراب. اینها حکایت از شؤون قلب زنده بهشتی می کند که آب حیات بخشی و حیات حقیقی در این قلب جریان دارد، عسل شیرینی در این جریان دارد، شادی در این جریان دارد، شیر این باطن او پر است از ویتامین های روحی و روانی. یعنی یک کسی که بهشتیه، نگاهش ویتامین داره، زبانش ویتامین داره، سخن گفتن با او ویتامین داره، ازدواج با او ویتامین داره، چون بهشته، بهشتی است، به اون مرحله غنا رسیده است. و شراب، این نهر شرابی که تو این دل جریان دارد، یعنی اون مست است، او به مسیر رسیده است، او خودی ندارد، از خود بی خود شده است. مولانا میگه که وقتی تخلیه شدی،
از وجود تو این چشمه ها جریان پیدا می کنند، این نهرها و این رودخانه ها جریان پیدا می کنند. او بگفتی خانه دل خلوت است، خالی از کدیه، مثال جنت است، خالی شده است از گدائی، از تکلی، چون به مقام غنا رسیده است. انسانهایی که بهشتی نیستن دائما گدائی می کنند. اندرو جز عشق یزدان کار نیست، جز خیال وصل او دیار نیست. تمام حجابها و تمام خیالها و تمام خطورات در نفس تخلیه میشه و فقط و فقط اون چه که برای او مورد مرکز اصلی توجه او هست این که به اون وصال و به اون حقیقت برسه. نه اینکه زندگی رو تعطیل میکنه، من اینو بارها عرض کردم، آیدنتیفای نمیشه، هم هویت نمیشه. اندرو جز عشق یزدان کار نیست، جز خیال وصل او دیار نیست. خانه را من روفتم، خانه یعنی دل، از نیک و بد. حالا که از نیک و بد روفتم، خانه ام پر است از عشق احد. هرچه بینم در اندرو غیر خدا، ممکنه غیر خدا هم بیاد در اینجا، خیالاتی بیاد، آرزوهایی بیاد، این مال من نیست، مال دیگرانه، چون دل من مثل آینه شده، هر کس هر جوری که باشد در این آینه منعکس می شود. هرچه بینم اندرو غیر خدا، آن من نبود، بود عکس گدا. گر در آبی نخل یا ارجون نمود، ارجون یعنی شاخه درخت خرما، نخل هم همون درخت خرما. اگه توی آبی نخل افتاد، شاخه درخت عکسش افتاد، جز ز عکس نخله بیرون نبود. یعنی قلب عارفان مانند آب صافه، هر چی در اونها میفته از بیرون میفته، از درونشون چیزی نیست. در تگ آبی ار ببینی صورتی، اگه در یک آبی تو یک صورتی ببینی، عکس بیرون باشد آن نقش، این عکس بیرون است ای فتی. لیک تا آب از قضا، قضای با قاف به معنای آشغال، میگه این آبی که در این ظرف ریخته میشه باید توش آشغال نباشه، خود ظرف هم نباید آشغال باشه. گاهی شما در ظرفی که آشغال داره آب رو میریزی، آب آلوده میشه، ولی آب هم باید آلوده نباشه. لیک تا آب از قضا خالی شدن، تنقیه، تنقیه یعنی پاک کردن، تنقیه شرط است در جوی بدن. تا نماند تیرگی و خس در او، تا امین گردد نماید عکس رو، عکس انسان ها رو نشون بده. ما داستان رو، حقیقت افراد رو ببینیم. وقتی نفس من بیماره گزینش میکنم، وقتی که نفس من بیماره از همه زیبایی ها زشتی ها رو میبینم، وقتی که با مسیح دارن رد میشن و یک سگی افتاده، هر کس به این سگ ایرادی میگیره، ولی مسیح میفرماید چه دندانهای سفیدی دارن، یعنی شما دنبال آشغال ها نباشید، گزینشی رفتار نکنید. از سر ربوح نظر کن در دمشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. از بالا باید نگاه کنید، باید آینه باشه، همه حقیقت انسان ها در تو منعکس شود. تا امین گردد نماید عکس رو. حالا مولانا میگه جز گلابه در تنت کو ای مقل، مقل یعنی توهی دست، ای کسی که توهی دستی، فقیری، تو در وجود تو جز این گل ها چیز دیگه ای نیست. آب صافی کن ز گل ای خصم دل، انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. ببینید اینجا میگه چون زبان حق نگشتی گوش باش، یعنی انسان در اثر خاموشی به مرحله میرسه که زبان حق میشه و به مرحله ای میرسد که عرض میکنم که استماع میکند کلام خداوند را، یعنی به مرحله ای میرسد که به وحی میرسد. در عرض کنم دفتر ششم بیت عرض کنم 1815 میفرماید هین خموش کن تا بگوید شاه قل، خاموش شو تا شاه قل بگوید. اصلا مولانا معتقد است که وقتی که نی وجود من به سکوت رسید، شاه قل اومد گفت هین خموش کن ای عارف عاشق، احوال درونی خودت رو لطیف کن تا در این لطافت لطیف، هو لطیف بتونه ظهور پیدا کنه. هین خموش کن تا بگوید شاه قل، بلبلی مفروش با این جنس گل. این همه امتیازات که داری بلبلی نکن، این گل گویاست، این گل گویاست پر جوش و خروش، بلبلا ترک زبان کن باش گوش. خود این بلبل گویاست، یعنی عارف،
ترک زبان بکن. اگر تو ترک زبان بکنی به اون وحی میرسی. و مولانا و عرفا معتقدند به این که بر انسان در این مرحله وحی میشود. و یه عده از عوام اینها میان ایراد میگیرن، تکفیر میکنن، آقا شما میگی به انسان وحی میشه، بنابراین شما ادعای پیغمبری کردی، فقط بر افراد به خصوصی، بر انبیاء الهی وحی میشه و شما دارید اشتباه میکنید. اولا وحی وقتی که گفته میشه، من این رو خدمتون عرض بکنم، وحی، خود کلمه وحی یک معناش یعنی سرعت، یک امری که سرعت داشته باشه، عرب او رو میگه وحی. و انتقال خبر و انتقال آگاهی با سرعت رو بهش میگن وحی. وقتی که شما مجموعه یک کتابخانه عظیم چندین هزار کتابی رو در یک حرکت با سرعت فرستادی رو یک سیدی، این رو بهش میگن وحی. وحی یک شعور مرموزه، یک امر مخفی با سرعت که اخبار به شما انتقال پیدا میکنه، یک نوع سوق دادن هست. از این جهت وحی فقط به انبیا نمیشه. خداوند در قرآن میگه وحی اول وحی شیطان است. شیطان به اولیاء خودش وحی میکنه. حالا اگه شیطانی هست نیست، اینا در اسطوره های دینی مطرحه، اعتقادی هست که در عالم بالاخره نیروهای از باطن من، از جای منو سوق میدن، منو هول میدن، اونو بهش من وحی، وحی شیاطین. خداوند به آسمان وحی میکند، به زمین وحی میکند، در قرآن هست که خداوند به آسمان وحی میکند، یعنی اون برنامه شعور کیهانی را به کیهان میدهد، این وحی. سوم وحی میکند خداوند به زنبور عسل که برو بر روی شهد گلها رو بمک، تو کثافات نرو، این وحیه، یک نوع سوق دادنه و یک نوع هدایته و یک نوع حرکته. و حتی به انسانهای عادی مثل مادر موسی، و اوحینا الیهم و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی، ما به مادر موسی وحی کردیم بچه رو شیر بده، موسی رو بذار در سبد رها کن. این وحی یک نوع عزم عملی در شما ایجاد میشه. وحی یک جزم علمی در من ایجاد میکنه، یعنی من یه تیر اطلاعات میگیرم، یه جایی هم هست نه، شما یه مرتبه بونم میشه کاری انجام میدی، این عزم عمل. همه اینها وحی است، منتها اون وحی که به انبیا میشه مستلزمش اینه که اونها شریعتی میارن، اما وحیی که به دل عارف میشه خبری به او داده میشه، و به خاطر ترس از مردم اسمشو گذاشتن وحی دل، و الا همون وحی الهی است. مولانا میگوید نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، اینا نه نجومه نه علوم دیگره، نه خوابه، نه دانشگاه میری یاد بگیری، وحی حق و الله اعلم به ثواب. از پی روپوش عامه در بیان، به خاطر اینکه یه روپوشی داشته باشن در از عامه در امان بمونن، وحی دل گویند آن را صوفیان. و وقتی که عارف به این مرحله دوم میرسه، مرحله دوم چی بود؟ مرحله دوم این استش که هم زبان خاموش است و هم ضمیر خاموش است. وقتی که به این مرحله رسید، مولانا معتقد است که در وجود انسان یه مقامی پیدا میکنه که بدون حرف کلام میروید، کلام میروید. و در دعای مولانا هستش در دفتر اول، ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندرو بی حرف می روید کلام. و این عرض میکنم که این موهبتی است، این که کلام در وجود انسان می روید، این کلام در وجود انسان رویش پیدا میکنه، این یک امر موهبتی است. و به این مرحله که میرسد، مرحله زبان خاموش، ظاهر خاموش، ضمیر هم خاموش، مشابهت به آینه پیدا میکند، و این آینه اینی شود دل او که عکس معشوق در او منعکس میشود. آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. این مرحله رو میگن مرحله فنا، یعنی مرحله ای که ظاهر خاموش است، ضمیر هم خاموش است، استعدادی پیدا می کند که کلام بی حرف در وجود او رویش پیدا کند، به وحی دل برسد، و با همین مرکب این عارف کشف می کند مراتب بالاتر و مراتب بالاتر، به شادی بیشتر، به امید قویتر، به رضایت باطنی و به معنادار بودن زندگی می رسد. خب در دفتر اول بیت 561 مولانا بازی ابیات زیبایی دارد، این رو هم قرائت کنم. گفت هان ای سخرگان گفتگو، ای کسی که مغلوب قیل و قال هستی، وعظ و گفتار زبان و گوشجو، دنبال گوش و زبان و وعظ و گفتن و شنیدن هستید، ای دائما میخواید بگید و بگید و بشنوید و یا بگید و بگید،
پنبه اندر گوش حس دون کنید، گوش حستون رو ببندید، یعنی به اون خاموشی ظاهر برسید. پنبه اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید، یعنی گرفتار محسوسات نشید. اگر کسی فقط گرفتار محسوسات شد، معقول او ضعیف می شود، ولی اگر کسی مسلط بر محسوسات شد، او به لحاظ عقل تقویت پیدا می کند. اگر کسی گرفتار محسوس شد، این محسوس در کمند محسوس که قرار گرفت، این محسوس در او آرزو ایجاد می کند، این آرزو در او قصه ایجاد میکنه، این قصه او رو به غفلت میکشاند، این غفلت در او فراموشی ایجاد میکنه و این فراموشی باعث میشود که دل او بمیرد و به مرحله برسد که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. پنبه آن گوش سر، گوش سر است، یعنی پنبه اون باطن این ظاهر است. تا نگردد این کر، آن باطن کر است، بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید، از همه این تعلقات و قیدها بیایید، به بیکرانگی برسید، تا خطاب ارجعی را بشنوید. یعنی خداوند میگه ارجعی، ای نفس مطمئن، ای کسی که به اطمینان و آرامش رسیدی، بیا به من متصل شو. تا به گفتگوی بیداری دری، تا زمانی که نسبت به این هویت ها بیداری یا حالت هوشیاری کاذب داری، تو ز گفت خواب، از اون خوابی که باید بری و ببینی حقایق را، بویی کی بری. سیر بیرون است قول و فعل ما، ما یک سیر بیرونی داریم که با همین افعال و کردارمونه، اما سیر باطن هست بالای سما. این سیر باطن این که میری بالای آسمون، بالای آسمون نه اینکه سوار اسپوتنیک بشی بری بالای ماه و اینا، نه، سما یعنی بالا، بالا آسمان که میگه آسمان بیکران است، تو صاحب فضا میشی، روحت بزرگ میشه. حس خشکی دید کس خشکی بذار، حس من و ظواهر من از این خشکی زاییده شده است. عیسی جان، اما جان انسان که عیسی است، پا بر دریا نه، دریا عشق است. سیر جسم خوش بر خشکی فتاد، وقتی جسم خشکه، یعنی خشکه یعنی از جنس بره، از جنس ماده است، از جنس تضاده، تو همینا سیر میکنه. سیر جان پا در دل دریا نهاد، چون که عمرن در ره خشکی گذشت. اگه فقط بخوای مشغول به این قیل و قالها باشی، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت، آب حیوان از کجا خواهی تو یافت، موج دریا را کجا خواهی شکافت. حالا موج خاکی داریم، موج دریایی داریم. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، تمام این توهماتی که داریم، فکرهایی که میکنیم. جمله خلقان سخره اندیشه اند، زین سبب خسته دل و غم بیشه اند. موج آبی محو و سکر است و فنا، اما موج آبی چیه؟ محوه. محو یعنی چی؟ محو یعنی تخلیه همه عادات، عادتهای بد رو از خودت تخلیه بکن. انقدر پای تلفن طولانی نکن، انقدر غیبت نکن، حرفی را که میخوای بزنی، هر چیزی که تو دلته بزن، حرفی را که به همه نمیتونی بزنی به هیچ کس نزن، حرفی را که به همه نمیتونی بزنی در خلوت با خودتم نگو، تا حرف درست نبود بر زبان جاری مکن. همه اینا این محوه، من به محو میرسم، یعنی همه این عادات رو تخلیه میکنم. سکر یعنی مستی و فناس، فنا هم همین سکوته. تا در این سکری، تا در این مستی های گفتاری، از آن سکری تو دور، تا از این مستی از آن جامی نفور. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش کن هوش دار. خب من خدمت خانم آقایون عرض کردم که ما سه نوع داریم، یعنی چهار نوع بود، نوع اولش رو کار نداره. نوع اول زبان گویا، ظاهر گویا، ضمیر هم گویا. نوع دوم زبان خاموش، ضمیر گویا. نوع سوم که الان گفتیم، هم زبان خاموش هم ضمیر خاموش که سخته، اما نوع چهارم وقتی که عارف به این مرحله فنا میرسه، یعنی خاموش میشه، نوع چهارم میاد. ضمیر خاموشه اما زبان گویاست. این همینیست که ما اول صحبتمون سوال کردیم و اون سوال این است که چرا مولانا و عرفا این همه حرف زدن ولی ما رو دعوت به سکوت میکنن. اینجا دیگه او سخن نمیگه، اینجا که به فنا رسیده، مرحله بعد از فنا بقاء بالله هست، یعنی اتحاد عاشق و معشوق پیدا میکند، یعنی اینجا به یک قربی میرسه، به یک نزدیکی و اتحادی میرسه که گفته او گفته اوست. از این جهت مولانا میگه که اون داره دعا میکنه، ای
دعا از تو اجابت هم زد، دعا رو تو بر زبان من میگذاری، یعنی تو داری دعا میکنی خودت هم اجابت میکنی. منصور حلاج که میگه انا الحق، او داره میگه انا الحق. بنابراین این عرفا حرف نزدن. اگه کسی به ما بگه که مولانا چرا انقدر سکوت میگه، سکوت کنه ولی خودش این همه حرف، مولانا این حرفا رو نزده. زبان گویای مولانا، زبانی که از سر او، از ملکوت او برخواسته است، اون زبان، زبان ملکوتی است. این قسم سوم رو میگن ضمیر خاموش، اما عرض میکنم خدمتون که زبان گویاست. یعنی در حقیقت وقتی که به فنا میرسه، مرحله بعد از فنا بقای، به یه بقای میرسه که برمیگردد و از جانب او سخن میگوید. بشنو این نی چون شکایت میکند، و از جدائی ها حکایت میکند. یه حدیثی هم داریم به نام قرب نوافل، لا یزال و یتقرب و الی عبدی به نوافل، بنده من به وسیله نوافل، به وسیله مستحبات، کنترل ها، مدیتیشن ها، سیر و سلوک ها به من نزدیک می شود. حتی اکون سمعه الذی یسمع بهی، اتحاد پیدا می کنیم، من می شوم، خدا میگه، گوش او، گوشی که با آن می شنود، و بصره الذی یبصر بها، من میشوم چشم او، چشمی که با آن میبیند، و یده التی یبطش بها، من میشوم دست او، دستی که با آن کار میکند. اینجا انسان خدا گونه میشود و خدا انسان گونه میشود. قرب نوافل و قرب فرایض، همونی که خداوند به پیغمبر میفرماید و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، تو تیرو ننداختی، وقتی انداختی خدا انداخت. این اتحاد عاشق و معشوق است. مولانا میگوید که من کوهم و قال من صدای یار است، من نقشم و نقش بندم آن دلدار است. چون گفت که در بانک درآید ز کلید، وقتی که کلیدو میکنن تو قفل، این صدایی که میاد صدا مال قفل نیست، مال کلیده. میپنداری که گفت من گفتار است، گفت منه، این مال منه، این گفتار من نیست. نگید عارفا چرا انقدر حرف زدن، اونا حرف نزدند، توجه فرمودید. بنابراین در اینجا که عارف میرسه، هی داره سخن میگه، این چیه؟ یه حدیث از پیغمبر، من اخلص لله 40 صباحا، کسی که 40 روز برای خدا خودش رو خالص کنه، زهرد من قلبه علی لسانه ینابیع الحکمه، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه، جاری میشه دیگه، دست خودش نیست. آن ینابیع الحکم همچون فرات، ینابیع الحکم یعنی چشمه های حکمت، مانند رود فرات از دهان او روان از بی جهات. دفتر ششم بیت 1016 توجه فرمودید. و خود مولانا مستاق این مرحله از بقاء بعد از فنا قرار میگیرد، چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم، تا قیامت گر بگویم زین کلام، صد قیامت بگذرد وین ناتمام. بحث ما اینجا به پایان میرسه. قسمت دوم سکوت، عرض میکنم که اشاره کردیم مطلب اولی که گفتیم خاموشی زبان و ضمیر از اصول سلوک عرفانی است. مطلب دوم عرض میکنم که با توجه به این ما سه نوع خاموشی و گویایی داریم که نوع اول رو گفتم، نوع دوم و نوع سوم. مطلب سوم خاموشی ضمیر به معنای قطع حدیث نفس است که زمینه استماع کلام الهی رو برای ما بیان میکند. مطلب چهارم حالت زبان خاموش و ضمیر خاموش، همون فنا است که مقدمه استماع کلام الهی رو بیان می کند. پنجم، این مرحله مرحله است موهبتی که خداوند توجه می کند و هبه می کند این حالت را به عارف. مطلب ششم این که عارف به حیرت می رسد، متحیر می شود، این سببش اون خاموشی ضمیر است. مطلب هفتم، القاء حکمت از طریق خاموشی صورت میگیرد. عرض میکنم که عارفی که در موقعیت ضمیر خاموش و زبان خاموش قرار میگیرد. مطلب هشتم، این که این در مقام بقاء بالله به زبان حق تبدیل میشود. و مطالب دیگری که در مسئله سکوت و خاموشی وجود دارد، تا همین اندازه من کفایت میکند بحث من.